افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان برای مبارزه با هراس افغانان. پنتاگون میگوید شمار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان حدود 11,000 تن است. پیشتر تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان حدود 8,400 نفر برآورد میشد. مقام های آمریکایی میگوید که این تعداد شامل نیروهای معمولی، ویژه، مخفی و موقت ارتش آمریکا است. این در حال است که آمریکا قصد دارد در چارچوب رهبرد جدید دونالد ترامپ برای افغانستان 4,000 نظامی دیگر را به افغانستان اعزام کند. اما برای چی آمریکا تعداد سربازانش را در افغانستان کمتر گزارش داده بود و آیا اعزام نیروی بیشتر بر افغانستان میتونه که آمریکا را برنده جنگ در افغانستان بسازد؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانانم آقایان حکمت الله حکمت، آگاه مسائل سیاسی، و آقای زلمی وردک، آگاه مسائل نظامی. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای وردک، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. چرا آمریکا در گذشته تعداد سربازانش نسبت به آنچه که در افغانستان حضور داشتن کمتر گزارش داده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست به شما برادر بزرگوار ما جناب حکمت صاحب، همچنان به همکاران تلویزیونتان و سریق تلویزیون شما و ملت دردیده و رنجیده و خوشباور افغانستان سلام و تمنیات نیک خود تقدیم میکنم. درود مفرستم برو پاک شهدای ای وطن. خداوند آنها را جنت فردوس بده، به فامیلهاشان خداوند صبر جمیل بده، کسانی که مریض هستند یا زخمی هستند خداوند شفای عاجل برشان بده. همچنان اگرچه در زبان توان هم نیستند، عید قربان را به همه هموطنان خود تبریک عرض میکنم. ببینیم، نشان دادن عساکر امریکایی به صورت پایین در افغانستان یک مسئله چندان قدر مهم بر دولت افغانستان نیستن، چرا که ما کنترل بالای سرحدات افغانستان نداریم. کسان وقتی که فضای افغانستان در کنترل حکومت افغانستان نباشه، گیره کی به اصطلاح به اثبات رسانده میتونن که آیا 8,000 است یا آیا میگاره که میگن که 11,000 هستن، شاید از این کده اضافه تر باشن. حالا آقای وردک، چرا حکومت آمریکا میاید تعداد سربازانش را نسبت به اونچه که در افغانستان است کمتر گزارش میده؟ حالا هر سرباز آمریکایی اینجا پول مصرف میکنه، مهمات مصرف میکنه و ده ها مصارف دیگه را دارن و در جنگ اشتراک میکنن. حالا ببینید، جنگ افغانستان یک جنگ گنگ و مبهم هستن. ما همیشه میگیم که جنگ استخباراتی هستن، جنگ به اصطلاح تعریف شده نیستن. دشمن واقعی معلوم نیستن، اگرچه در القاب به نام طالب، به نام القاعده، به نام ازی هستن. بنابراین امریکا نمیخواهد که امو شمار حقیقی عساکر خود او بیان بسازد تا که دشمن از او واقف شوند. من او را به خاطر از این فکر میکنم که کم نشان دادن تا که تشویش کسانی که در منطقه هستند که حضور امریکا را در اینجا قبول ندارن، اونها را از تشویش رها کرده باشند که آن ما تعداد عسکر ما در اینجا کم است، اونها صرف به خاطر مشوره دهی، به خاطر تعلیم تربیت، به خاطر از این در اینجا. امروز که این افشا میکنند، من فکر میکنم که این خودشان یک اشتباه بزرگ را انجام میتن که بعد از این کسانی که در منطقه حضور دارن و ادعا دارن که امریکا چیزشان استراتژیشان تنها تروریسم نیست، بلکه اونها میخواین که آسیای مرکزی رو تحت کنترل خود داشته باشن و نفوذ داشته باشن، میخواین که به روسیه به اصطلاح مداخله کنن، میخواین که به چین مداخله کنن. اینمی به اثبات ایره میرسانن و بر خود امریکا هم خوب نیست و بر افغانستان هم خوب نیست. تشکر آقای حکمت. حالا واقعا پنهان کردن آمار دقیق سربازان آمریکایی در افغانستان به چه معناست و نمایانگر چی است؟ واقعا آنچه را که آمریکایی ها میگن به خاطر پنهان کردن این تعداد سربازان را که بهتر بتونن در جبهه جنگ در برابر طالبان ایستادگی کنن، و هم نه آنچه را که آقای وردک اشاره کردن ابعاد دیگه در پشت پرده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رضی خدر صاحب تاسته در درانه ورور جنرال صاحب وردک ته تاسو همکارانو ته ټول تلویزیون لیدونکو ته سلام او درناوی. اجازه راکړئ چې اول هغو شهیدانو ته چې په هیواد کې په وروستیو پیښو کې شهیدان شوي دي د جنت فردوس، زه هغه کوم زخمیانو ته، مریضانو ته شفا وغواړم، او خدای پاک دې
داسې ورځ راولي چې په صلح کې ژوند ولرو. هر اختر مو داسې اختر وي لکه د ټولو هغه ملتونو چې په صلح کې ژوند کوي. د امریکایانو او د افغانانو ترمنځ زما په خپل باور باندې د 2001 کال را په دې خوا د اعتماد بحران موجود دی. دغه د اعتماد بحران که په نظامي برخه کې و که په اقتصادي برخه کې ولو تر دې کچې ورسېدلی چې موږ د دغې کار دپاره ونه توانېدو په دغه 14 کاله کې یو میکانیزم رامنځته کړو چې یو د بل پر کړنو باندې حد اقل نظارت ولرو، خصوصا زما منظور افغان لوری دی. تاسو وګورئ کوم وخت چې موږ امنیتي قرارداد د دوی سره امضا کړلی، په امنیتي قرارداد کې مشخص موارد و، د دوی د سربازانو راتګ، هغوی ثبتېدل په بګرام کې، زموږ د سرحدي قواو د یو میکانیزم ځای پر ځای کېدل، او هغه اجیر قراردادیان چې راتلل د پاسپورټ ویزې سره د افغاني، دغه ټول شیان موږ ونسو کولای چې عملي کړو. دا ځکه چې امریکایان زموږ سره په مناسباتو کې متاسفانه څه چې تعهد کوي هغه نه عملي کوي. دغه وروستۍ بېلګه ده چې زموږ سره د امنیتي قرارداد څخه وروسته د دوی د سربازانو تعداد مشخص و. زه خپله د دې مخالف نه یم چې سربازان 15,000 دي زیات وي یا دي کم وي، خو چې 0 وجود لري 15,000 هم عین موضوع ده، خپله ډوډۍ خوري په هغه قرارګاه کې اوسېږي. ولې موضوع د یو حقوقي ډیپلوماتیک د دوو ملتونو ترمنځ د مناسباتو موضوع ده. موږ خپلو ګاونډیانو ته وایو چې موږ په قرارداد کې د امریکایانو سره د 2,000 یا د 8,000 د دوی د مسلحو قواو په نهه قرارګاهو کې قرارداد امضا کړی دی. وروسته معلومیږي چې دا تعداد 12,000 دی او دوی خپله په اعتراف کوي. دوی خپله اعتراف کوي. زه په دغې باندې هم باور لرم. زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی سم چې د دوی ټول کارکوونکي ملکي و نظامي چې په دغې نو اډو کې کار کوي دا اوس تر 15,000 زیات. اوس ښاغلی حکمت، ولې امریکایان د افغانستان په حکومت اعتبار نه لري او یو اعتبار تاسو چې ورته اشاره وکړه نشته، او واقعا دوی ولې غواړي هغه څه چې دلته حضور لري هغه نه کمتر آمار ورکړي رسنیو ته او خلکو ته؟ که د افغانستان حکومت واقعا داسې یو حکومت وایي چې د خپلو ملي ګټو دپاره یې د امریکایانو سره یو ډیپلوماتیک خط درلودلی چې تر دغې خط هاخوا ته تیرېدل زما دپاره د خپل ملت سره د ملي ګټو سره جپا ده، زه بیا یا استعفا کوم یا ستا سره دغه ټول قراردادونه هر څه. موږ داسې حکومتونه نه دي درلودلي. د 14 کالو په جریان کې تاسې هغه حکومتونه چې په بن کې جوړ شوي دي، په واشنګټن کې جوړ شوي دي، او یا دلته د جان کیري په واسطه باندې جوړ شوي حکومتونه دي، د دغسې حکومتونو څخه تاسو د ملي دریز نیولو غوښتنه نسی کولای او یا دا انتظار هم نسی درلودلی، او کوي هم حد اقل د دوستی په معیار خو موږ دا حق لرو چې امریکایانو ته ووایي چې زه دې د 10,000 مخالف هم نه یم، د 40,000 مخالف هم نه یم، تا تصمیم نیولی و، 1,10,000 هم تا راولېږل افغانستان ته، افغانستان دې واخیستلی، د جنګ په لمبو کې دې په اوس وځلی، د 1,10,000 څخه دې وویل چې 80,000 پرېږدم هم موږ ته نه دي ویلي، خو دقیق ارقام راته راکړي. حد اقل زموږ ګاونډیان هغوی دا تشویش لري چې په افغانستان کې څه لوبه جریان لري. او بل د دغې سربازانو موجودیت دا څوک دی؟ دا باید یو لیست وایي. آیا دا واقعا د دوی مارین قوه ده؟ دا د دوی پیاده قوه ده؟ دا د دوی پیلوټان دي؟ څوک دي چې زموږ په سیمه کې د نورو ګاونډیانو دپاره زموږ دپاره دا تشویش نه وي چې په کومه برخه کې څومره سربازان دي؟ متاسفانه د اعتماد بحران او د عدم نظارت بحران دا هغه څه دي چې زموږ د امریکایانو په اړیکو کې تر ټولو لوی مشکل دی د وسوس لپاره. ډېره زیاته مننه آقای وردک. حالا بې اعتمادي را که آقای حکمت اشاره کردن و آنچه را که گفتن که هنوز هم یک خط دیپلماتیک میان افغانستان و آمریکا وجود نداره، واقعا چقدر میتونه که جنگ را بیشتر بکنه؟ حالا آنچه را که آقای حکمت اشاره کردن، حکومت افغانستان گزارش میده به کشورهای همسایه که اینجا 8,400 سرباز آمریکایی وجود داره، ولی اینجا آنچه را که حالا خود پنتاگون میگه بیشتر از اون است و تعدادشان نزدیک به 11,000 است. واقعا چقدر میتونه جنگ نیابتی را بیشتر بسازه و بی‌اعتمادی را میان افغانستان و کشورهای همسایش افزایش بده؟ من پیشتر براتان عرض کردم که یه اعلان آمریکا اعتماد و اعتبار که هم حکومت افغانستان و همسایه‌های خود به اصطلاح چنین اظهار کردن که 8,400 نفر آمریکایی‌ها در اینجا حضور دارن، هم او اعتماد از بین بردن و هم اعتماد خود از بین بردن که ما آمده مبارزه علیه تروریسم میکنیم یا مبارزه علیه مواد مخدر میکنیم، چرا که نشان دهنده ایزی هستن که در پشت پرده چیزی را که اونها پنهان میکنن به اصطلاح بعد از یک زمان مدت طولانی او را بیان میسازن، یه خودش نشان دهنده ایزی هستن که در زیر کاسه کدام نیم کاسه وجود داره،
چرا این مسائل به وجود میاد. مسئله دومشان بیشما دیدن که راه برد ترامپ میخواستن به افغانستان بسازن چقدر طویل مدت گرفتن و جزئیات مهمشان هم تا بال تشریح نکردن، گفتن که ما او را تشریح نمیکنیم. بنان این خود به خود زمینه را بر جنگ اضافه تر، بر استراب جنگ پراختر بسازن. یعنی فکر میکنید که اینها به دنبال پایان دادن جنگ افغانستان نیستن و به دنبال بیشتر شدن حضورشان در افغانستان هستن؟ ما مردم افغانستان، البته برادر ما حکمت صاحب سر ما قار نیستن، چرا که ما هم افغانستان در طول تاریخ همیشه خود ما فریب دادیم، دیگرها ما را فریب میتن، ما خود ما فریب میتیم. ما به یه توقع هستیم که والا امریکا می دارید افغانستان آباد میساز، افغانستان آرام میساز، افغانستان سیر میساز، در صورت که اونها در پای منافع خود هستند، در پای استراتژی خود هستند، در پای مسئولیت خود هستند، نه در بخاطر مردم افغانستان. ممنونتان. ادامه بحث را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای حکمت، حالا آنچه را که روز گذشته پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بار دیگر به او تاکید کرد، اعزام 4000 نیروی بیشتر آمریکا بر افغانستان است. شما شاهد حضور 130000 نظامی آمریکا هم در افغانستان بودین و بدتر کمتر شد و بارها زیاد و کم شد، ولی نتونستن که جنگ افغانستان را برنده شوند. حالا واقعا این 4000 نیرو چه کاری را باید بکنن و چگونه خواهند توانست که برنده این جنگ شوند؟ رزقیار صاحب، جګړه یوازې د سربازان یا د مسلح قواو په تعداد پورې اړه نه لري، حتی کله کله تخنیک هم دومره موثر نه وي سره د دې چې ته برتري ولري. دا اوس د افغانستان امنیتي و دفاعي قواوې په ډېرو مواردو کې برتري لري پر مخالفینو باندې، ولې د جګړې ابتکار د دوی سره دی. دلیل دا دی چې موږ په جګړه کې د خپلو ولسونو ملاتړ د ځان سره نه لرو. په تاسوب سره باید ووایم چې د امریکایي قواو دپاره به د دغه 3900 سربازانو زیاتېدل یو څه وي، خو زه اوس زما په خپل اند باندې چې زه د دغه دوه هفتو څخه حالات څېړمه، د جګړې شکل به نور هم وسی سي، جګړه به نور هم نیابتي سي، نور سیمه ییز او نړیوال لوبغاړي به هم جګړې ته په شکل د اشکالو باندې را داخل سي، او د افغانانو ذهنیت به د دغې اوسني نسبتا مثبت ذهنیت څخه چې خصوصا په ښارونو کې موجود دی، دا به یو منفي حالت ته ولاړ سي. او بیا به د امریکایانو په مورید کې تاسو د دوستۍ خبره په هیڅ ځای کې نسئ کولی. تاسو د لوګر پیښه پروند ولیدله، تاسو د هرات پیښه ولیدله، تاسو د قندوز پیښه ولیدله، د جل دا هغه څه دي چې موږ ته په جګړه کې برتري نه راکوي، بلکې موږ په جګړه کې په داسې یو لوري باندې متهم کوي چې موږ د پردیو سره د خپلو ولسونو په وړاندې باندې جګړه مخته وړو. کوم څه چې متاسفانه زموږ امنیتي و دفاعي قوتونه تل د دغې څخه متضرر سوي دي، په ویاړ سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جنګېږي، ولې ذهنیت د دوی په وړاندې باندې داسې نه. حکومت تاسو شاید په دې وروستیو کې تاکید کوي چې د دې جګړې وړونکي دي او دا جګړه به پای ته ورسوي. تاسو وګورئ د امریکا د حکومتونو سیاست، کوم وخت چې بوش په 2001 کې تصمیم ونیولی چې افغانستان ته قواوې راولېږي، اوباما چې څنګه قدرت ته ورسېدلی ویلی چې دا یوه اشتباه وله، زه د دې اشتباه د جبران دپاره خپلې ټولې قواوې د افغانستان څخه باسمه. دا د دوی د تاریخ یوه برخه ده. اوباما په خپلو خبرو کې ناکامه راغلی، لکه بوش چې ناکامه راغللی، قواوې ونه ایستلې، راکمې کړلې، یو وار یې زیاتې کړلې، بیا یې راکمې کړلې. نننی رئیس جمهور چې راغلی دی، هغه هم دغه خبره کوي. د افغانستان جګړه د قواوو په ازدیاد باندې نه ګټل کېږي، د افغانستان جګړه په سیاست باندې ګټل کېږي، او سیاست صلح دی. تر څو چې د صلح لاره خپله نه کړو، تاسو وګورئ په جنوب کې یو ناامنه پروت ولایت قندهار چې د طالبانو مرکز و، اوس هم د کوټې شورا یې په 50 کیلومتر کې ورته پرته ده، تهدیدونه لري، ولی هلته ولسونه د صلح په هکله باندې خبره کوي. مرور طالبان راځي د حکومت سره یو ځای کېږي، او قندهار تقریبا نسبت و هلمند و روزګان و نور ولایت پر امن ولایت دی. دلیل دا دی چې هلته امنیتي و دفاعي ارګانونه په دې قادر سوي دي چې د ولس سره همغږي و همکاري ولري. موږ باید خپل د ولسونو همکاري ترلاسه کړو، تر څو چې وکولای شو جګړه مهار کړو. د امریکایانو د قواو په ازدیادو په کمېدو باندې د دې جګړې ختم زه نه وینم. آقای وردک، حالا قرار است تا چند مدت دیگه آمریکا 4000 سرباز بیشتر به افغانستان اعزام کند و در دو هفته گذشته شما شاهد دو رویداد خونین هستین در ولایت‌های هرات و وردک. حالا واقعا افزایش این نیرو چقدر باعث این میشه که مردم را فاصله بتن نسبت به حکومت؟ حالا نیروهای امریکایی حملات را انجام میتن که صدای مردم را در قبالشون بلند میکنه.
ببینید، من بازم برتان بگم در طول تاریخ کسانی که مربوط به این وطن نبودن هیچ وقت در قصه مردم از این وطن نیستن و نه خاطبازن. امریکا های افزود سربازهای خدا که میکنن به خاطر رفع ساختن امروز انگشتایی که به طرف امریکا گرفته شدن که میگن امریکا شکست خوردن در جنگ افغانستان. شما حرفای روسیه را میشنوین، از دیگه ممالک هم میشنوین. به من خاطر اضافه میکنم که تا امود به اسلام اتهامی که بالا از اونها وارد هستن که اونها ناکام ماندن، او را میخواین مرفوع بسازن. پر قصه از این نیستم که در افغانستان در ایراد کسی کشته میشه، یا در هزارآجات کسی کشته میشه، یا در جلال آباد کسی کشته میشه، یا در مزار کشته میشه. این مربوط به خود مردم افغانستان هستن که ما مردم افغانستان باید سه قسم خود از این مسائل خود نگهداری کرده بتانیم. تا خود ما به اصطلاح خود منسجم نسازیم، هم ملت خود منسجم نسازه، هم دولت خود منسجم نسازه، ضربات بزرگتر رزی ما خواهد شایدش باشیم که این ضربات بسیار کوچکتر خواهد باشه. همین خاطر هستن که اونها عساکر خود به خاطر حفظ بدنامی خود که از جهان انگشت بر طرف شان هستن به خاطر از او اضافه میکنن. تشکر. آقای حکمت، میگم خیلی کوتاه اشاره بکنین به نقش حکومت افغانستان. حالا یک طرف جنگ در افغانستان هم حکومت افغانستان است. حالا هر فرمایشی را که آمریکا میده حکومت افغانستان واکنش نمیتاب. اگر این به دوام جنگ اینجا کمک میکنه و هم جنگ را پایان میتاب، تنها استقبال میکنن. واقعا چرا اینها به دنبال یک راه حل سیاسی نیستن؟ د افغانستان د حکومت دریز متاسفانه از ما په خپل لاند باندې د ما خپل شخصي نظر دی. ټول درناوی سره چې ولسمشر ته لرم، رئیس اجرائیه ته لرم، دولت حکومت ته لرم، ملي دریز نه دی. د افغانانو د غوښتنو سره سم دریز نه دی. دا دریز داسې دی چې د نړیوالو خصوصا د امریکایانو د خوښۍ دپاره او د امریکایانو دنباله روي ده. د امریکایانو دنباله روي امریکایانو ته په داسې قیمت تمامه سوې ده. دا اوس تاسو وګورئ پر امریکایانو باندې تاسې په لږ وخت کې وګورئ چې منځنۍ آسیا او روسیه ترانزیت پر بند کړي، پاکستان پرون دا پریکړه مشروطه وکوله چې پر بندوي، بیا به د دوی کوکاکولا او هر څه به ټانک به هم په تیاره کې په کارګو کې راځي، په بګرام کې به کښته کیږي، او دا ډېر لوړ قیمت دی. د افغانستان د حکومت لپاره هم عینې موقف دی. کوم وخت چې ستا ټول ولسونه ستا څخه ناراضه سلو، بیا ولسونه لاس په کار کیږي، بیا به د دغې حکومت لپاره هغه مشکل چې نن یې حلولی سي په ډېر کم قیمت یې حلولی سي هغه به نه لري. د امریکایانو سره د نوو مذاکراتو د نوو اصولو راطرحه کول او موافقې ته رسېدل دا اړین دي، او حکومت باید دا کار وکړي. دارم آقایان وردگ و حکمت از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما. همچنان تا بعد، خدا نگهدار.